سلام و درود خدا بر بزرگ بانویی که نسیم یادش دلهای عاشقان را به مهمانی آورده و دریای جانهای شیعیان را با صدای مناجات خروشان حرمش منور کرده است و درود خدا بر تو ای کسی که زیارتت همانند زیارت مادرت حضرت زهرا و تمامی اهل بیت علیهم السلام می باشد سلام بر تو ای دختر و خواهر و عمه امام یا حضرت معصوم باز هنگام نماز آمده است موقع راز و نیاز آمده است گوش کن میشه نبی بانگ از خوش آهنگ از آهنگ از مهربان داور ما منتظر است مونس سو یاور ما منتظر است بنشینیم لب حوز دعا به سپاریم دمی دل به خدا به سپاریم دمی دل به خدا بوش کن تو را بهترین کار تو را بهترین کار تو را می, بهترین کار. تو را می بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا صالح المهدی یا صاحب الزبان و الابای و اجداد طیبین الطاهرین سلام و عرض ادب خدمت همین شما بینندگان عزیز و ارجمند دارم ان که حالتون خوب باشه و ایام و روزگار بر وفق و مراد دلتون باشه یک روز دیگر و شبکه جهانی بیت لباس علیه السلام مهمون خونه هاتون شدیم تا لحظاتی که تا از آن به افق کربلای معلا رو داریم با برنامه از آنگاهی بر بال ملائک مهمون خونه هاتون باشیم و به گپ و گفت بپردازیم ایامی است که منصوب به حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها هستش سال روز ورود بیبی بی و همچنین شهادت بیبی بی رو پشت سر گذاشتیم انشاءالله که زیر سایه این دختر امام این کریمه اهل بیت همه شما عزیزان سالم و تندرست و حاجت روا باشید حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از جمله بانوان گرانقدر و والا مقام جهان تشیع هستند و مقام علمی بلندی دارند یک داستان کوتاهی رو براتون بگم نقش شده بود که روزی جمعی از شیعیان به قصد دیدار امام کاظم علیه السلام به شهر مدینه رفتن و تا به اون محل زندگانی امام رسیدن دیدن که امام نیست و لذا چند سوالی رو داشتن که توی کاغذی تهیه کرده بودن این رو به خدمت حضرت معصومه دادن و رفتن که فردا بیان که اگر امام آمده بود و جواب داده بود کاغذ خودشون رو پس بگیرن وقتی که برگشتن دیدن که همچنان امام نیامده و لذا چون میخواستن به شهر و دیار خودشون بازگردن اون کاغذی که سوالاتشون توی اون بود رو از بیبی بی حضرت معصومه سلام الله علیها پس گرفتن تا توی مراجعت بعدی اونو تقدیم امام کنن اما قافل از این که حضرت معصومه سلام الله علیه ها به واسطه علمی که داشتن جواب اون سوالات رو داده بودن تو راه که داشتن باز میگشتن به طور اتفاقی امام کاظم علیه السلام رو دیدن خدمت حضرت گفتن که ما به شهر شما رفتیم در به درب خانتون رفتیم دو روزم منتظر بودیم سوالاتی رو دادیم خدمت حضرت معصومه سلام الله علیه اما چون شما نبودی سوالات رو پس گرفتیم ولی متوجه شدیم که دخترتون جواب این سوال ها رو داده بودن ماجرای خودشون رو همین گونه باز گفتن وقتی امام کاظم علیه السلام پاسخ پرسش ها رو مطالعه کردن سه مرتبه فر بودن فداها ابوها یعنی پدرش به فدایش انشاءالله که زیر سایه کریمه اهل بیت دختر باب الهوائج حضرت موسی بن جعفر علیه السلام یعنی بیبی بی جانمون کسی که آبروی ما هستش حضرت معصومه کسی که حرمش زیارتش همانند زیارت همه اهل بیت علیهم السلام هست و از طرفی زیارتشون همانند زیارت مادرمون حضرت زهراست به زودی زود شما عزیزان شما بیننده گرامی زائر سحن و سراشون بشید و هر حاجتی که دارید به حق این بانوی بزرگوار با برآورده به بشه امروز هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید یه میان برنامه ببینیم و برگردیم تلاوت شد صفحه 177 از قرآن کریم ان که نور قرآن توی زندگیامون همیشه باشه و بتونیم با استفاده از آیات راهنمودهایی که خدا در قرآن آورده زندگی خودمون رو به راه سعادت و اون راهی که خدا دوست داره بکشونیم و قدم برداریم در این صفحه سوره انفال آمده و میتونیم از در مورد انفال صحبت کنیم یعنی قنایم جنگی و هر گونه مالی که مالک معین ندارد مالک آنها کیست و چگونه باید تقسیم شود در همین صفحه آمده مالکیت حقیقی انفال ویژه خداوند و پیامبر است پس اگر مؤمن هستید از خدا پروا کنید و اختلاف و نزاع بین خود را اصلاح نمایید و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید یکی از راهبردهای اساسی اهل بیت علیه السلام برای پیروزی بر ستمگران مخصوصا تاغوت و رسیدن به یک جامعه اسلامی برقراری رابطه عمیق تشکیلاتی و رابطه محبت آمیز و برادرانه بین شیعیان بود به همین خاطر اهل بید علیه السلام همیشه سعی بر این داشتن که هیچ کدورتی بین شیعیان به وجود نیاد امام صادق علیه السلام نیز به یکی از اصحابشان فرمود اگر میان دو نفر از طرفداران ما نزاعی پیش آمد از مال من خرج کن و میان آنان را آشتی بده پس اگر خدایی نکرده به خاطر بحث های پوچ و هیچ دنیایی با یک از برادرای خواهرای شیعی خودمون قهر هستیم و باش صحبت نمی کنیم به خاطر حرف خدا که در این صفحه اومده و به خاطر پیامبر و ائمه علیه بنای آشتی رو بریزیم چون دوست ندارند و نمی پسندن قهر بودن بین دو شیعه یا چند شیعه رو انشاءالله که با همدیگه منسجم بشیم و برای تشکیل دولت ظهور آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف پشت به پشت هم بایستیم و خودمون رو برای اون روز آماده کنیم ممنونم از همراهی شما خوبان یه برنامه کوتاهی ببینیم و برگردیم در خدمتتون خواهیم وقتی به یاد آقا امام زمان اجلالله الله تعالی فرجه شریف باشیم منتظر واقعی آن حضرت هم نیست خواهیم بود به عبارت دیگر زمانی که به یاد حضرت میفتیم برای آمدنشون هم خودمون رو آماده میکنیم و خدای نکرده یه وقت نمیاییم به خودمون ببینیم زمان ظهور شده و ما از آمدن امام زمانمون قافل هستیم باید برای خودمون تعریف کنیم باید برای خودمون برنامه بریزیم کارهایی که ما رو دائما به یاد حضرت میندازه رو سلوه قرار بدیم مثال توی قنوت نمازمون دعای الله مکن لولی یک بخونیم بعد از نمازامون با خودمون عهد ببندیم برای امام زمان دعا کنیم تو طول روز صدقه بدیم تو طول روز کار خیلی رو انجام بدیم خلاصه مطلب هر کاری که میدونید میتونه شما رو بر یک عهدی پایبند بکنه که اون کار رو روزانه و در طول شبانه روز برای امام زمان انجام بدید اونو سلوه و سرمشق خودتون بذارید و برای امام زمان یک قدمی بردارید تا انشاءالله باشه صبح ظهور جزو کسانی که میفهمیم و جزو کسانی که یاران و یاوران واقعی امام زمان قرار میگیره و از آمدن حضرت خدای نکرده قافل نشیم همچنین توی این دورانی که به دوران انتظار معروف شده باعث بشه ما خدای نکرده از یاد حضرت قافل نشیم مثل هر روز که همین حوالی میایم با شما خوبان و دست دعا برمیداریم برای سلامتی آقا امام زمان دعا میکنیم پس بر عهد خودمون پایبند و استوار خواهیم موند و همه با هم دعا کنیم برای سلام ان شاء که همیشه زیر سایه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف دعاگو باشیم برای حضرت زیرا که حضرت همیشه برای ما دعاگو هستش و ان شاء به زودی زود شاهد فرجشون باشیم یک شنبه است و میرسیم به بخش کارشناسی برنامه و بحث زیبا و کاربردی احکام و در حضور کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام وافی هستیم سلام خیلی خوش اومدید در علیکم السلام و رحمت الله منم خدمت شما و همه بینندگان گرامی از سلام دارم امیدوارم که بحث مفیدی با هم داشته باشیم ان اگر اشتباه نکنم احکام معاملات و خرید و فروش رو داریم با هم دیگه بررسی می‌کنیم به مواردی که طرفین یا یکی از دو طرف میتونن معامله رو به هم بزنن بله. و اون او فسخ کنن درست حدود 11 مورد در رساله ها به عنوان موارد حق فسخ نام برده شده که اولیش مجلس بود که تا زمانی که تو مجلس معامله هستن بله. و از هم جدا نشدن ولو اینکه گفتن نوشتن امضا کردن همه کارا تمام شده تا از هم جدا نشدن میتونن طرفین پشیمان بشن و فسخ و فس کنن و طرف مقابل هم ملزم به قبول این فصل. بله در میانه 11 تا شاید بیشترین کار برده موارد فسخ و بحث عیب داشته باشه و توی رساله هم معمولا پنشیش صفحه ای صحبت کردن به نظرم ما از این یازده مورد اینو انتخاب میکنیم بله. چون یازده مورد جلسه قبل مفصل مروری توضیح بله دادیم بله. هر کدوم مثالی زدیم هر کس براش یکی از اون یازده مورد پیش اومد بعد مراجعه کنه به احکامش رو یاد بگیره و ولی چون جنس که میخریم خیلی وقتا معیوب عذاب در درسته. میاد خراب عذاب در میاد قلابی عذاب در بله. میاد و مفصلتر هم به این پرداخته شده ما به این یک مورد میپردازیم بقیه موارد واگذار واگذار میکنیم به مراجعه و مطالعه خود بینندگان گرامی قبل از اینکه به این مورد بپردازم یه موردم در مورد تاخیر یعنی به اصطلاح اگر شرط کنند که ما تا یک هفته یک ماه یک سال حق فسخ معامله را داشته باشیم من ماشینی از شما میخرم بله. میگم به شرطی میخرم که تا یک هفته هر وقت آوردم پس دادم شما قبول کنید حالا یک هفته، یک ماه، یک سال، یک وقتی پیدی کنن داره. حالا یه وقتی میگن هر دومون حق داشته باشیم یه وقتی میگه مشتری یا خریدار فروشنده دلستند. بر حسب اون شرطی کردن اگر قبل از یک سال مثلا من میخوام پس بدم اون باید پس بگیره دلست. چون اینو قبول کرده در زمین بله. حالا یه مسئله توی رساله مطرح شده به نام بیع شرط شاید خیلی از بینندگان اسمش رو بودن مسئله 2126 در معامله بیع شرط حالا گویم بیع شرط میگن این چیه من اول توضیح بدم شما منزلی دارید که 100 میلیون تومان می‌ارزه بله میاید این منزل رو به من میفروشید به ده میلیون تومن میگید من منزلی که صد میلیون تومنه به تو میفروشم به ده میلیون تومن به شرطی که تا یک سال اگر پولو پس دادم منزل رو به من پس بدی آه. پس جنسی رو به کمتر از قیمت واقعیش فروشنده میفروشه بله. و شرط میکنه که تا مدت مشخصی اگر پولو به مشتری پس داد مشتری ملزم باشه اون جنس کالا منقول غیر منقول رو به صاحب قبلیش پس, پس بده خب این چه فایده داره؟ فایدهش اینه که گای انسان پول لازم میشه بله. خیلی نکته مهمیه و یکی از راه های فرار از رباس چون بعضی میگن که آقا شما که میگید ربا حرامه بله. به قول قدیمی نزول حرامه و ما پول لازم میشیم گایی به هر جا بریم میگن آقا اینقدر اضافه تر بده نه خیلی از محرمات در شده است که راه های برون رفتم ازش خود شر قرار داده بعضی ها به اشتباه از این راه ها تبیری به کلاه شرعی میکنن که درست نیست چرا؟ کلاه شرعی وقتی که شما بخوای شرع و دور بزنید درست حالا سر خدا که نمیشه کلاه گذاشت که خدا دیگه. سر نداره ولی سر خدا سر شارع و کلاه بذاری اما وقتی خود شارع به تو یاد داده مثلا یه کسی بگه آقا ازدواجم کلاه شرعیه متعه که دیگه به طریق اولا چرا دختر پسر اگه با هم باشن این گناه کردن معصیت کردن اگر رابطه ای باشه زناس باید شلاغ هم بخورن بله. همین دو کلمه بگن انکهت و زوجت تو این کارشون میشه هم حلال هم مستحب بچه ای هم به دنیا بیاد چیه؟ بله. حلال زاده بهم. بله دیگه خود شارع فرموده که برای رابطه بین دختر و پسر زن و مرد شما حجاب بگو شما قبول بگو یه مهری هم قرار داده بشه اگه قرار تو روابط نامشروع هم یه پولی رد و بدل میشه معمولا خب یک زمان مشخصی داره مثلا یک ساعت با هم, هم، یه مقدار پولم رد و بدل میشه خب همون میشه تبدیل بشه به عقد موقت اون پول بشه مهریه اون یک ساعت بشه مدت محرمیت قبلی حرام بود زنا بود بچه حرام زاده این میشه حلال هلال. زنا هم نیست بچه هم اگه حلال زاده است پس گاهی خود شارع به ما راه یاد میده به این دیگه کلاه شرعی نمیگن چون در فقه ما در زبان عربی در کتب فقهی به نام هیل و مطرح میشه هیل جمع هیله است به های جیمی هیله تو زبان فارسی بار منفی داره هیله یعنی یعنی مکر نیرنگ و فریب و اینا اما در زبان عربی هیله یعنی راه چاره وقتی توی فقه میگن هیل و ربا این راه های فرار کردن از ربا،, ربا, مبتلا نشدن به ربا وقت به ترجمه فارسی هیله معنی منفی داره اما میگن کلاه شری این کلاه شری نیست کلاه شری وقتیه که یک امری مسلم حکمی شده و هیچ راهی برای فرار اون نداریم. نداریم شراب خوردن حرامه بله بودم اونده شراب حرامه چون مسکننده است این مقدار با آب قاطی میکنیم رقیب بشه بدن میخوریم یعنی این دیگه ما خودمون داریم در میاریم بله. آب قاتیش کنیم و اسمش رو عوض کنیم و ولی نه تو باب معاملات چون ربا امر مهمیه و زیاد مردم پول لازم میشن و ممکنه همه جا بهشون قرض الحسنه ندن بله. راههایی برای فراز ربا در خود شهر قرار یکی از راه ها اینه من براتون توضیح چقدر زیبا و هیچ مشکلی هم نداره خب من مالک این موتور هستم بله. این موتور ده میلیون میرزه من الان به یک میلیون پول یک ماه نیاز دارم خب به هر که بگم یک میلیون بده متاسفانه شرایط زمانه بله. یا نمیده یا یه بخواد بگم یک کم مثلا پنجاه تا ست تا باید اضافه تر پس بدی خب چیکار میکنم؟ میگم آقا این موتور من ده میلیون میارزه این موتورم به شما چقدر میفروشم؟ یک میلیون میفروشم تحویل شما یک میلیون به شرطی که اگه تا قبل از یک ماه من اون یک میلیون اون یک میلیون پس آوردم موتور رو پس بدی خب چیکار میکنم موتور تحویل شما میدم یک میلیون میگیرم بله. به این, این یک میلیون یک ماه نیاز داشتم دیگه. بله. این یک میلیون استفاده میکنم اون طرف هم مالک موتور میشه دوست. اونم از موتور استفاده, استفاده میکنه, مالک دیگه من استفاده نکن رهن و وسیقه نیست که نتون استفاده کنه مالکه قبل از یک ماه میام چیکار میکنم یک میلیونو پس میدم به آقا اون آقا هم ملزمه که من موتور رو پس بده حالا این موتور من یه خونه مثلا 100 میلیونی رو 10 میلیون به شما میفروشم شما یک ساله یک سال به خودم مهلت می تا یک سال اگه پول و پس رو بردم بتونم خونه رو پس, پس یعنی معامله رو کنم شما هم تو این یک سال تو خونه نشستی بعد یک ده. سال پول پس میگیره خونه رو پس میگیره خب فایدهش چیه اولا من به پول هم رسیدم بدون اینکه ربایی در کار باشه سالیان شما یه سودی بردی تا تو سود حلال استفاده کردی دو ازم. تا فایده بردی یکی اینکه از این موتور استفاده کردی از این خونه استفاده کردی خب یک سال تو این خونه ممکنه اجارش چند میلیون بشه بره. شما دیگه اجاره ندادی چون خونه مال خودت پس سود به شما رسید ولی سود حلال اینطور نیست که هر سودی حرام باشه سود حرام داریم سود حلال رابطه جنسی حلال داریم رابطه, رابطه, جنسی رابطه جنسی حرام رابطه داریم. داریم خب فایده دوم تضمین قضیه است اگه من به شما یک میلیون بدم از کجا من اون پس بدید اینجا چون من اون موتور و ماشین در اختیار منه اگه شما تا یک ماه تو به قرارداد نوشتیم و امضا کردیم اگه تا یک ماه پول موتور رو نیاری اگه تا یک سال پول منزل رو نیاری اون منزل دیگه میشه مال من, یعنی اگر تا یک سال عبردم فس حق فس دارم یعنی اگه یک سال گذشت دیگه من میشم مالک منزل و مالک موتور این بنده خدا به خاطر اینکه موتور یا ماشینش رو از دست نده باید قبل از یک ماه پس بیاره باید قبل از یک سال پس بیاره یک نوع تضمینی هم هست برای یک طرف خیالش راحت باشه چون این ملک دیگه نقل و انتقال صورت گرفته بله. اگرم توی محضر میرن ثبت میکنن شما مالک خونه هستی مالک موتور هستی ولی این آقا اگه تا یک ماه یا یک سال پول موتور و ماشین رو معامله میتونه فسخ بشه لذا هم شما از اون موتور یا ماشین استفاده, کردی سود بردی بدون اینکه سودت حرام هم که خیالت راحته که اون پول به تو برمیگرده, برمیگرده. اگرم برنگشت توی رساله نوشتم بعد معامله جدی باشه ناکن بخونم در معامله بیع شرط که مثلا خانه هزار تومنی را به دیویست تومن میفروشن چه زمانی بوده؟ بله زمانی که این رساله ها بوده بله حالا زمان آقای بروجردی خونه هزار تومن بوده دیویست حالا ما باید بگیم مثلا صد میلیون مثلا دو میلیون میلیون خانه هزار تومنی رو به دیویست تومن میفروشنی به یک پنجام قیمت میفروشه ولی قرار میگذارن که اگر فروشنده سر مدت پول را پس بده حالا مدت توافقیه دیگه ولی باید مشخص باشه نه که هر وقت آوردم نه چون بگه هر وقت اووردم طرف خیالش راحت نیست بالاخره من مالک تا کی هستم نه این بدونه که اگه یک ماه یا یک سال نیورد دیگه اون مالک خونه میشه اگر فروشنده منی که به شما موتورم رو فروختم ماشینم رو فروختم پول را سر مدت بدهد بتواند معامله رو به هم بزنه در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشن معامله سه یعنی چی؟ یعنی جدی قضیه ها اگه تو بعد از یک ماه نیاوردی تمام قبل یک سال نیاوردی دیگه اون میشه مالک موتور ده میلیون شما در ازای یک میلیون حالا اگر که این مثلا زمانش تموم شد بنده خدا اصلا دو سه روز بعد یه هفته بعد اومد و با, با توافق توافق دیگه جداست ببینید توافق دوست جداست جدا این دیگه به قول ب... مسئله بعدی را بخونم بخوند. در معامله بیع شرط اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کنه و اگر خریدار مرده نمیتونه ملک رو از ورسه او مطالبه کنه بله اون میگه آقا تو پول لازم بودی این کار کردی برای اینکه به پول برسی نمیخواستی هم خونه و ماشین رو از دست بدی خیلی خوب اب نداره حالا دو روز دیر کردی منم هم نمیخواستم من هم همین که از خونه استفاده کردم سودم رو بردم ولی معامله جدیه طبق قرار داد اگر سر یک ماه سر یک سال نبرد این ملکیت متزلزل این تبدیل میشه به ملکیت مستقر و دیگه میشه مالک درست. دیگه باید جا, جا کنه دیگه مثلا بخره از من مگه اینکه دیگه اگر نه اونشون توافق میتونه ببخشه بش اصلا من نخواستم اصلا پولی هم که به دادم نخواستم مثلا اون که جای خودشه از حقوقی دیگه اون حق مطالبه نداره خب اینو کسی دیگه اشکال نکنه که آقا این شد کلاه شاری نه یه معامله صحیح صورت گرفته و طرف اینم به لوازمش ملتزم هستن بله یعنی این فروشنده میدونه سر یه ماه نیاره دیگه موتور مال اون نیست. نیست دیگه باید موتور از اون طرف بخره یا تقاضا اقاله میگن تقاضای فصل کنه ولی اون ملزم به دادن موتور و خونه نیست دیگه میشه مالک البته سوء استفاده هم میشد معمولا خیلی بدهکارایی که نمیتونستن پول پس بدن اونا این رو میکردن بعدن مالک خونه میشدن با ده برابر قیمت اون تا دیگه این دیگه بحث وجدان و اخلاقه ببینید وجدان و اخلاق تو امور حقوقی راه نداره حقوقی مشخص زوابط داره وکیل میگیرن قانون داره بله ای کسی بخواد به کار ببره ولی بله شرعا دیگه مالک نیست و نمیتونه مطالبه کنه مگه طرف خودش بخواد از پیش خودش این معامله رو فسک کنه این یکی از راه های رفت از رباست قدیم زیاد انجام میدن الان حالا لازم نیست که خونه و موتور باشه من این انگشترم مثلا این انگشتر یک میلیون میارد من به صد تومن نیاز دارم به شما صد تومن میفروشم تا یک هفته حق فسق معامله داشته باشم پولو میدم شما انگشتر رو پس میدی شما از انگشتر استفاده کردی و من وامی گرفتم یعنی به پولی رسیدن بدون اینکه نزول و ربا محسوب بشه ده. این نکته تو رساله بود کمتر هم گفته میشه خواستم بینندگان آشته داشته باشن توی مسائل حقوقیش هم توی قانون مدنی مفصلا وکلا هم بحث کردن از طریق فضای مجازی میتونن به اطلاعات بیشتری دست پیدا کنن پس یعنی میشه گفتش توی حالا این مدتی که حالا مثلا یک سال با هم قرار گذاشتن این جس امانت میشه دست اون تا نه مالک مهم ها تمام من اینو به شما فروختم تمام پس در تمام مواردی که حق فسخ داریم مثلا فسخ یعنی چی یعنی معامله جوش خورده تمام درست. شده من تا اصطلاحا میگن این مالکیت متزلزل یعنی مالکیتی یعنی که تا یک سال ممکنه این مالکیتش به هم بخوره ولی مالکه حتی اگه اون چیزی که به شما فروختم یک سمراتی داره مثلا به شما یک باغ فروختم بله. این باغ میوه میده خب میوه مال اون, اون منه. حتی بعد از فسخ هم اون میوه هایی که در طول مدت مالکیت مال مالکی هیچ فرق نمی کنه بیعه فقط بیعه که تا یک سال حق فسخ برای فروشنده قرار داده شده اگه از حق فسخش استفاده کرد خب معامله به هم میخوره وگرنه دیگه معامله قطعی میشه و حق مطالبه نداره, نداره. خیلی ممنونم یه باید میان برنامه کتاب ببینیم و برگردیم با ما همراه باشید خیلی ممنونم که با شبکه جهانی به طلب علیه سلام و برنامه ازانگاهی بروال ملائک همراه هستید بحث پیرامون احکام هست و داریم در مورد معاملات و خرید و فروش و و اینجور مسائلی که ختم میشه به همدیگه صحبت میکنیم یک سوالی داشتم برای حالا معاملات و ثبت و این چیزا نوشتن قرارداد داد واجب ضروری بحث این چی هستش؟ نظر شرعی در معاملات همون گفتگو کافیه درست مثال واضحش رو بزنم دیگه معامله و قراردادی بالاتر از ازدواج که نیست بله خب اینجا میخوان با هم محرم بشن زن و شوهر بشن حقوقی بله. براشون تکالیفی دارن بچه از این متولد میشه همین که زن به مرد بگه زوج تو که نفسی علال مهر المعلوم مردم بگه قبل تو تزویج اینا زن و شوهر هستن درست. و هیچ نیازی شرعن به ثبت و حتی به شاهد نیست حالا در بعضی موارد خاص مثل طلاق شاهد نیازه اما در بی در اجاره در نکاح که امر مهمیه نه شاهد نیازه نه نیازی به ثبته. منتها اگر دو طرف مقید باشن به احکام دینی خدا ترس باشن با تقوا باشن مشکل گیر نمیکنه اما گاهی یکی از دو طرف زیر معامله میزنه بدعهدی اهدی میکنه درسته انکار میکنه اون حرفی رو که قبلا زده مثلا یکی کسی ممکنه دو آقا من زن فلانی نیستم خب برای فلانی بخواد ثابت کنه که این زنه باید دو نفر شاهد داشته باشه ثبت شده باشه یا این شوهر بگه آقا این زن من نیست من نفقهشو برای چی بدم این زن من نیست بی خود میگه من عقد ب... بین من عقد خوندیم کسی نبوده کجا بوده چی بوده برای اینجور انکارها و تشکیک و بدعهدی حالا یا دو شاهد عادل رو قرار میدن چون در هر محکمه از محاکم قوانی دو تا شاهد بیان شهادت بدن به نفع همونیه که به نفع شهادت میدن یا اینکه ثبت بشه در حالا عدد قوانی ثبت بشه در دفترچه عقد داریم توی معاملات ثبت اسناد داریم ثبت بله. لذا اینا از شرعی نه وقتی من به شما گفتم آقا من این انگوش هم یا یعنی نشستم اینجا حالا شوخی میگیریم که شما جدی نگیرید من این انگوشه ها به شما فروختم به 500 هزار تومان شما گفته قبول کردم یا بعدا خواهیم خوند در معاملاتی مثل بی نیازمند لفظم نیست من این انگشته رو به قصد تملیک به شما دادم گفتم 500 500 تومن می‌خری گفتی بله دوام به شما شما 500 تومن من دادید این دیگه شما شدید مالک انگشتر و من مالک پول نه شاهدی بوده من نه ثبتی شده بعدا اگه شما بخواید بگید نه کو فروختن نبوده یا مثلا 500 تومن نبوده مثلا 200 تومن بوده اینها نیازمند این میشه که قبلا شاهد یا سندی توی آیه دینم که بزرگترین آیه سوره بقره آیه قرآن آیه دینه آیه 282 سوره بقره میگه ازا تداینتم به دین وقتی از شما از کسی قرض میگیرید با کسی معامله انجام میدید بنویسید این فکتوبو اکتوبوی واجب شرعی نیست اصطلاح میگن خیلی از اوامر شریعت در احادیث و حتی قرآن اوامر ارشادیه دلوش. آقا بنویس که بعدا نتونه زیرش بزنه بنویس که حالا گاهی دو طرف هم متق... مقیدن ها و یکی از دنیا میره یکیشون از دنیا میره حالا ثبت نشده ورسه میگن خب تو به چه کجا معلوم تو فرض کن من مخفیانه یک همسری دارم ثبتم نکردم شاهدی هم ندارم میفتم میمیرم اون همسرم میاد پیش ورسه تقاضای چی میکنه سهم همسرم میگه خب میاد تو ثابت کن تو از کجا معلوم مثلا نمیخوای ما رو تیغ بزنی درست کلاش نباشی بخوای نه تو ثابت کن که همسر پدر ما بودی بله سهم ارثم میدیم خب اون نمیتونه ثابت کنه چون به ادعای او فایده نداره و نه شاهد داره نه من ثبت کرده پس ثبت کردن نوشتن و شاهد گرفتن تو غالب معاملات حالا گفتم طلاق استثناست واجب شرعی و شرط صحت معامله نیست برای جلوگیری از اختلافات بعدی و دردسرهای بعدی لازمه یک همین که بله. هم همین بیعه شرط که عرض کردیم همین که گفتم آقا و فردا میگه آقا من خونه رو کی گفته اینقدر ارزون فروختم من خونه رو به قیمت فروختم این بیخود میگه اون باید ثابت کنه تا ثابت نکنه اون آثار حقوقی بار نمیشه وگرنه اگه طرف انکار کنه و حق طرف نده دیگه بدهکار این هست شرعن و باید پاسخگو باشه ولی خب نمیتونه بره هیچ محکمه ای و حقش رو مطالبه کنه چون نه شاهد داره و نه جایی ثبت شده وگرنه واجب شرعی نیست این نکته اول نکته دوم این که ما بیع شرط رو مطرح کردیم بله. بخش اول برنامه رو این میخوام تاکید کنم بینندگان گرامی کسانی که دنبال مسائل شرعی هستن و خیلی از کسایی هم که دنبال مسائل شرعی نیستن وقتی احکام شرعی رو یاد بگیرن میگن چقدر زیبا دقیقا. چقدر چه قشنگ حتی بودن کسانی که نماز رو دیدن افراد کفا چه عبادات زیبایی چقدر جالب رکوع سجده حمد و سوره ذکر مناجات علاقه من شدن گاهی مسائل شرعی ماستن جزئیات و ریزکاریایی که در شرع باشه هم نه این یه جایی بنده بی خودی نیست یه کسی این نظم رو به این مسائل داده و چقدر دقیق بوده مراعات طرف رو کرده داله. حالا بسیاری از محرمات راه های دیگری هم داره تا من دیگه پول لازم دارم و مجبورم که از این راه حرام به دست بیارم نه میشه از راه حلال به دست آورد ما بعدا خواهیم گفت مزاربه پول حلاله سود حلاله همون سرمایه که شما دارید به جای اینکه نزول بدید چند تا نفرم بدبخت و بیچاره کنید به خاک سیاه بنشونید آه اونها شما رو بگیره دقیقا. و اون سودی هم که میگه آقا به مزاربه بذار به کسی که بلده با این کار کنه کار کنه درصدی توافق کنید پنجا پنجا مثلا بینتون تقسیم بشه حلال و طیب و تاهر پس ما باید احکام شرعیات بگیریم بله بعضی کارا مثلا را... مالا مثال میزنم که واضح بشه بله بله گفتم رابطه جنسی بین زن و مرد حرام داریم ازدواج دائم داریم متعم داریم یکی از علمای شیعه که صاحب های خیلی زیادیه خدا حفظش کنه و به عمرش برکت بده جناب آقای تیجانی که آنگاه هدایت شدم اولین کتابشونه ایشون سنی اهل تونس بوده بعدا میگه تو آنگاه شدم که تو شیعه میشه ده ها کتاب داره و هزاران نفر با کتاب ایشون که به زبان های مختلف ترجمه شده شیعه شده ایشون میگه که در جای نوشته بود که من وقتی سنی بودم از یه حکم اسلام تعجب میکردم خب یه دختر و پسر با هم یه رابطه دارن خب میدونیم که دختر و پسر جوانم سرشار از غریزه هستن با هم یه رابطه دارن حالا یه رابطه مثلا عاشقانه فلان از روی محبت هر جوری از روی ارزای غریزه چرا صد تا شلاق بخورن حالا اگر متعهل باشن که رجم و سنگساره اگه مجرد بشن جوان جاهل اسیر شهوت حالا شما صد تا شلاق می‌زنید بهش من این خیلی برام حزم خب چون مثلا من قبول نمی‌کردن من برام قابل بود. حالا این رابطه جنسی داشتن صد تا شلاق هر کدوم بخورن صد تا شلاق تا اینکه با شیعه آشنا شدم بابا تو شیعه متعم هست درست. تو اهل سنت متعه نیست یا باید طرف ازدواج کنه یا زنا کنه خب در شرایط امروزی مثلا خیلی وقتا امکان ازدواج فراهم نیست یه خب خود تو میدونید درست. نه در ایران در بسیار از کشورها اینطور هست دیدم یعنی چی؟ خب این جوانه که نمیتونه ازدواج کنه غریزم داره زمینه هم فراهمه حالا یه خطایی کرد چرا صد تا بخوره؟ اومدم شیعه شدم فندم بابا متعه داریم ما حالا فهم ها دین برای کسی صد تا شلاق داده که میتونست متعه کنه ولی زنا کرد خب ببین این اگه این دویست تا سی صد تا هم کمشه تو که میتونستی متعه کنی همون لذت رو ببری همون مقدار پول و مهریه قرار بدی همون مدت زمان در اختیارت باشه حلال بله. رفتی دنبال زنا برای اون صد تا شلاقه پس گاهی افراد راههایی وجود داره مثلا پنج تا رای حلال یه رای حرامه دقیقا میرن سراغ همون رای, رای, رای حرام, حرام. بعد میگن آقا چرا حرامه بالاخره ما نیاز داشتیم بابا میتونستی نیاز تو از یه رای دیگه برطرف کنی حالا این بیشرت و اگه میخوان بیرندگان بیشتر آگاه بشن کتاب های هیل و ربا یا راه فرار از ربا در رساله ها بعدا اشاره میکنیم کجا هست کتاب های مستقیم در باره داره اگر هم کنم کنن فرار از ربا من چگونه به پولی برسم همون کسی که پول میده به سودی برسه یا اون کسی که میخواد پول بگیره بدون سود حرام نیازش تأمین بشه و مرتکب حرام نشه این نیازمند مطالعه بیشتر و تقریبا همه ی معاملات حرام و حلال هم حرام داریم هم حلال بلدارد. بر ما واجبه رای حرام و حلال رو بشناسیم چون گاهی اوقات طرف وقتی حرام ندونه مبتلا میشه به حرام بله. بدون اینکه بدونه بعد میگن آقا این همه معاملات باطل و حرام بود باید هر چی پول از هر کس که افتی کنی پس بدی مورد بود به ورسش بدی نبود باید از طرف کنی صدقه بدی خب کارش سخت میشه راه های حلال و حرام رو یاد بگیریم بله یه راه های دیگه مثلا شراب خوردن نه هیچ راه حلالی برای شراب خوردن نیست اما بسیاری از محرمات و گناهان راه حلال هم براش وجود داره مثلا دروغ یه چیزی از به عنوان چی؟ توریه بعد قبلا هم بحثش کردیم شاید اشاره کردیم مثال زدیم حالا بعدا میرسیم دروغ حرامه اما جایی مجبور میشه دروغ بگی چیکار کنم من دروغ بگم آقا یه توری هم داریم یعنی حرفی بزنی که غرض تأمین میشه ولی دروغ هم محسوب نمیشه, نمیشه. و الا ماشاءالله مثالایی داریم که این دیگه نیازمند فقط هم به این برنامه هفته یک روز نمیشه این مطالب گفت اینا یه نخیه. من خواستم با این سخنم انگیزه ایجاد کنم دنبال مطالعه دنبال یادگیری برن که حضرت فرمودن که من تجرب غیر فقهن فقد ارتتم فر ربا هر کس بدون فهم احکام دینی تجارت کنه خواه ناخواه ربا و محرمات میشه انشالله که این برنامه بتونه انگیزه ایجاد کنه برای افزایش اطلاعات بیشتر بیرندگان گرامی بسیار عمل. خیلی ممنون از لطفت بسیار نکات خوب و جا و کاربردی بود انشالله که بتونیم استفاده کنیم و اون راه درست در رو تو زندگیمون پیشی بگیریم تا استاد گران قدر رو بدقه میکنم یه میان برنامه ببینید برگردیم و به استقبال از آن بریم کم کم با ما همراه باشید خیلی ممنون استاد خب ممنونم که امروز هم تا پایان برنامه با ما همراه بودید انشاءالله که تونسته باشیم برنامه خوب و به بخوری رو تقدیم شما عزیزان کرده باشیم مخصوصا بحث احکام که خیلی توی زندگی همون کارایی و کاربرد داره کم کم به لحظات ملکوتی از آن به افق کربلای معلا نزدیک میشیم امیدوارم که به زودی زود تو خود بین الحرمین بیستید و از آن رو به گوش جانتون بشنوید در این لحظات ملکوتی برای همدیگه دعا کنیم و در صدر همه هواجمون دعا بهر فرج آقا جانمون آقایی که تا نیاید گره از کار بشر باز نشود رو فراموش نکنید هر لحظه و هر دم و هر جا به یاد مهدی صاحب از زمان باشیم اللهم اجل ولی کل فرج ممنونم از همه شما خوبان تا برنامه دیگر یا علی